التماس به مردم برای شرکت در انتخابات شورای نگهبانی. تمام سخنان حسن روحانی در جلسه هیئت دولت حول همین محور می‌چرخید. اتفاقا در همین زمینه به یه چند تا مثال تاریخی هم متوسل شد که بررسی اون مثال‌ها هویت جمهوری اسلامی رو بیشتر مشخص میکنه. امام نگذاشت بین مردم و نیروهای مسلح زمان رژیم تقابل و درگیری ایجاد بشه، بلکه امام با جاذبه‌ای که به وجود آورد نیروهای طرف مقابل رو جلب کرد. بله، سرشون کلا گذاشت، اونم چه کلاه گشادی، البته به کمک سرهنگ هایزر آمریکایی. یک نصیحت به ارتش بکنم، من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت، همون که ملت میگه بگید ما باید مستقل باشیم، و به اینهایی که متصل نشدن میگیم که متصل بشید به اینها، اسلام برای شما بهتر از کفر است، ملت برای شما بهتر از اجنبی است. ما برای شما میگیم این مطلب را، شما برای خودتون این کار را بکنید، رها بکنید این را، خیال نکنید که اگر رها کردید ما میایم شما را به دار میزنیم. تنها 3 روز بعد از اعلام بیطرفی ارتش شاهنشاهی در 22 بهمن 57 تیرباران فرماندهان ارتش شروع شد، اونم روی پشت بام مدرسه، فرماندهانی که میلیون ها دلار فقط خرج آموزششون شده بود، یه جورایی سرمایه ملی به حساب می اومدن. گفته میشه لیستی توسط دولت های وقت آمریکا و انگلستان در اختیار خمینی گذاشته شده بود که همگی باید کشته میشدن و خمینی هم همگی رو کشت، و بدین ترتیب حکومت آخوندی با دروغگویی و نوکری دشمنان ایران آغاز شد. و لذا امام نسبت به همه اونهایی که قبل از پیروزی انقلاب سوابقی داشتن، حالا در ادارات جاهای مختلف، همه اونها جز افراد خاص و معدود همه مورد عفو و گذشت قرار گرفتن. حکومتی که با دروغ نطفش بسته بشه همین میشه. رئیس جمهورش میتونه به همین راحتی زل بزنه تو دوربین و دروغ بگه، انگار نه انگار که در عصر اینترنت زندگی میکنی. خانم فرخلو پارسا، وزیر سابق آموزش و پرورش در زمان شاه، با اتهامات واهی حیف و میل اموال عمومی اعدام شد. غلامرضا نیکبه، شهردار سابق تهران، توسط حکومت اسلامی اعدام شد. عباس خلعتبری، وزیر خارجه دولت هویدا، اعدام شد. حتی به کارمندان صدا و سیما هم رحم نکردند. پرویز نیکا و محمود جعفریان با اعلام جرم از طرف یک قلم به مزد مجلسگوی آخوندا، یعنی مسعود بهنود، به اعدام محکوم شدند و اعدام شدند. در این میان هیچ کدام از گروه های انقلابی از جمله مجاهدین خلق، خفیهای اکثریت، فداییان اقلیت، ملی مذهبی ها، جبهه ملی و طرفداران مصدق و غیره، حتی به اندازه یک خط نوشته به این اعدام های غیرقانونی و داعشی اعتراض نکردند. هویت جمهوری اسلامی از آغاز همین بوده، با توسل به خدا و پیغمبرشون افکار عمومی رو بول میزنن تا به مقصودشون که همون به دست گرفتن قدرت برسن. وقتی هم که رسیدن با همون قدرت حقوق مردم رو زیر پا میذارن و لگدمال میکنن، دروغ میگن و خیلی راحت به منافع مردم ایران خیانت میکنن. به نظر من کلید اصلی مسئله برای حل مشکلات جامعه و ایستادگی در برابر دشمنی ها مردم، حضور مردم، وحدت مردم و اعتماد بین حاکمیت و مردم هست، که چنین اعتمادی وجود خارجی نداره در حال حاضر، مخصوصا بعد از ساقط کردن هواپیمای مسافربری پر از مسافر توسط سپاه. آخرین بند این اعتماد چیده شد. اینطور به نظر میرسه که تنها چیزی که جمهوری اسلامی میتونه ازش آویزان بشه در برابر فشارهای خارجی همین حضور مردم بر سر صندوقهای رأی است. به هر حال یک ملت هستیم به عنوان یک خانواده. حالا ممکنه فردی، افرادی اشتباه بکنن، کاری انجام بدن. باید در درون خانواده به هم انتقاد کنیم. باید در درون خانواده نقد بکنیم.
اگر رئیس جمهور هم در یک جایی نقد میکنه، این رو به یک معنای دیگر نگیریم. حالا هم خانواده شدن با ملت. همین دو ماه پیش بود 1500 تن از همین ملت رو برای اینکه به 3 برابر شدن قیمت بنزین اعتراض کرده بودن راحت بستن به رگبار و چند هزار تن دیگه شون رو انداختن تو زندان. ولی حالا یه دفعه خانواده شدن با همون ملت. این همه خضوع و خشوع حکومت اسلامی در این روزها فقط و فقط از موضع ضعف است و بس.